تخمه و از خوردن بماند، پس به رسم دعوت آهو را بخورد. یکی دیگه شد هم سیر شد، کاها رو داشت میخورد و اینا، غذاشو که خورده بود بفرمایی. یه بفرما زد به آهوه، سر چنین کرد و که نه رو ای فلان، اشتهایم نیست هستم ناتوان. آهو هم گفت خیلی ممنون، از شما درد نکنه گشته نیست. گفت میدانم که نازی میکنی، یاز ناموس احترازی میکنی. اونم تعارفش رو جواب داد که میدوند من ناز داری میکنی، تعارف نکن بفرمایی. گفت او با خود که آن طعمه تو است که از آن اجزای تو زنده و نو است. آهو جوابش رو دیگه نداد، ولی تو دلش گفت این غذا مال خودت، یعنی مال خودته، به خاطر همین هم انقدر گنده شدی و بالاخره میتونی این بر اون بر بار ببری. من علیف مرغزاری بودم، در زلال و روزه ها آسودم. میگه من اینجا علیف مرغزار، یعنی یه جای باصفا، من تازه علفشم، من کوچیکترین چیزاشم. حالا حرفی که داره میزنه میگه من اصل خودم از یه جای دیگه است، من میدونم از کجا اومدم، من جنس خودم هم میدونم چیه. در زلال و روزه ها آسودم، من از جاهای زیبا و گوارات به خودم تغذیه می کردم یا خودم رو به خودم می رسیدم. علف دشمنی آن دل از روز علف سبزوار. ببخشید من اشتباه دارم نمی خونم، نظرم این گر قضا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خوب و طبع مستطاب. میگه اگه من به خاطر قضا و بدشانسی و حالا قضا و قدری که هست، حالا کج و مجی کشتیم اینجا افتادم، کی رود آن خوب و طبع مستطاب. مستطاب یعنی پاکیزه. من اونه که یادم نمیره طبع و خوب پاکیزهی که داشتم. گر گدا گشتم گدارو کی شوم، ممکنه الان گدا شده باشم ولی خصلت گدایی نخواهم داشت. ور لباسم کهنه گردد من نوام، اگه لباسم به نظر کهنه میاد ولی من دلم تازه است، دلم از وصلی که داره دل نوعیه. سنبل و لاله و سپر غم نیز هم با هزاران ناز و نفرت خوردم. میگه من تازه سنبل و لاله و سپر میشه ریحان، از این هم که خوردم با هزار ناز و افاده این هم خوردم، نمیخواستم انتخاب میکنم تازه بینشون. یعنی اینقدر من طبعم بالاست. اینجا طبعم بالاست، یعنی صحبت از اینه که من میدونم کجا جامو، میدونم کجاست جامو، میدونم کجاست. گفت آری، لاف میزن لاف لاف. اولاق جوابشو داد، گفت آره این دروغا رو حالا هم تو واسه خودت بگو. در غریبی بس توان گفتن گزاف. آدم که توی جای غربت بینه کسی دیگه نمیشناستش، کلی میتونه آدم دروغ بگه. اینو قرار تو ببخشید اهانت نشه، جسارت هم نشه، ولی یک دفعه یکی یاد یه جایی به صحبتی میکرد، میگفت اوائل انقلاب که آدم اومدن اینجا، خب خیلی ها بالاخره یه سری بودن عمرهای واقعا، خب ارتش شاه بودن واقعا، هم درجه دار بودن و واقعا هم خدمت کرد، ولی یه عده دیگه هم بودن و اومدن و به قول خودمون بازار مسکرا رو دیدن و هرکی یه درجه به خودش داد. سوتوان بود، گفت من سرهنگم، سرهنگ بود، گفت من ارتش بودم، نمیدونم فلان. به هر حال اینم اینجوریه، این حرفی که میزنه. نه من شنیدم که یک کسی میرون همین دردی به همین صحبت میشه و فهمیدید یه آقای خارجی توی مجلسی میرونی دوست دیگانش بپرسه شما
کسی که وابسته به دوران دربار شاه نباشه اینجا اومده یا نه؟ چون حکیم هست اومده ولی نه، حالا ببخشید ولی جسارت هم نشه، چون بعضیاشون واقعا آدم های وطن پرست و بسیار خدمت گذاری بودن. حالا گفت ناف هم خود گواهی میدهند، منتی بر عود و انبر میرهند. میگه اگه واقعا فکر میکنی من دروغ دارم میگم، من این بوی خوشی که از ناف من میاد این خودش گواهیه اینه که من از کجا اصلا از کجاست. لیک آن را کشنود صاحب مشام برخر سرگین پرستان شد حرام. میگه کی اینو میتونه ولی بوشو بشنوه؟ اون کسی که بو بلد باشه بشنوه، صاحب مشام باشه، اون برمیگرده باز دوباره به صفت انسانهای کامل، اونایی که صاحب مشامن این بوی خوشو میشنون. بعد میگه بر خر سرگین پرست، خری که خیلی مذهب کنم کسافت خودش باهاش زندگی میکنه، این وسط این شد حرام، نمیفهمه. خر گمیز خر ببوید بر تری، گمیز میشه ادرار. یه خر وقتی که داره راه میره بوی ادراری خر دیگر رو بو میکنه. مشک چون عرضه کنم با این فری؟ میگه با یه همچین آدمی، با یه همچین تفاوتی که من اون داری، من چجوری بتونم اصلا مشک به این عرضه کنم؟ بهر این گفتم رسول مستجیب، رمز الاسلام و فید فی دنیا، رمز الاسلام و فید فی دنیا قریب. میگه به خاطر همینم پیغمبر اسلام گفته که اسلام در این دنیا قریبه. خیلی داشتم راجع به این بیت فکر میکردم، نمیخوام جنبه مذهبیشو نگاه بکنم، ولی یه چیزی رو ببینید الانه. حالا من افراطیون و اینا رو چیز نمیکنم، نمیخوام راجع به واژه بحث سیاسی بشم، لطفاً تو رو خدا نشید، ولی ببینید چی کار میکنن با ببینید یه آدم افراطی توی پورتلند میاد و با چاقو میزنه دو نفر رو میکشه. اسم این نه تروریسم میشه، نه نمیدونم هیچی. خدای نکرده یه کسی فقط اسمش بالاخره یه علی توش باشه، نمیدونم الاحمد، نمیدونم فلان، بالاخره یه جوری به اونجا خورده باشه. یه هیچ که خدا رو بنده نیست اینجا. من راستش رو بخوای میگم، بازم گفتم اصلا نمیخوام راجع به جنبه سیاسی یا مذهبی مثلا، ولی این رو بیتو خوندم گفتم والا خب پس راست گفت. چون با اینکه 1 بیلیون نفر مسلمونن، هر اتفاقی داره میفته از قربتشون میفته. اتفاق کنم اینجا منظورش اینه که خب اسلام یعنی تسلیم دیگه، یعنی میگه آدم تسلیم شده نداریم ما، یعنی اسلام روی تسلیم میچرخه، ولی این تسلیم قریبه تو مسلمان. نه اینطوری نیست، ببخش من خیلی سریم معذرت می‌خوام. یه ببینید هر دین کلا یعنی راه، حالا بگذاریم از یه راه، مذهب یعنی راه. مرسی. حالا راست میگید، مذهب یعنی راه. ما این مذاهب رو اگه یا اینکه قبول میتونیم بکنیم همش رو، اگه میخوام قبول کنیم همه رو باید قبول کنیم، یا هیچ کدوم رو قبول. ما ولی الان توی چون قراره ما بگیم که همه راه ها میرسه به خدا دیگه، درسته؟ ما ولی الان توی دنیایی هستیم که همه راه ها قبوله غیر زیدنه، چون اون اسوسییت شده با به هر حال چیزایی دیگه. اینو زیاد من با خودم به هر حال خیلی ببخشید، یه آقایی بود به نام رضا اصفهانی برنامه‌ای داشت به نام دیلیور، برنامه‌اش هم اخیراً کنسل کردن. یه برنامه داشت رفته بود توی مکزیک، سانتا مورته، یه فرشته عجل، یه عده میپرستن. این اصلا حالا کاری نداریم، اصلا کل جریانش فرشته شبیه اسکلت میمونه و اینا، بگذاریم همه اینا هم قبول. یکی از کسایی که شدیداً اینو میپرستن
قاتلای این کارتلای چیزن مواد مخدر هیچی به اونا ایراد نمیگیره اون اوکی و بگذاریم زان که خیشانش هم از وی میرمند گرچه با ذاتش ملائک همدم. دوباره باز داره توضیح میده مصرع دوم بیت قبلو که چرا میگه اسلام غریبه. میگه زان که خیشانش هم از وی میرمند، اونایی هم که باید خیشی کنن باهاش، دوستی باهاش بکنن، یه جوری خودشون رو کنار میکشن ازش. گرچه با ذاتش ملائک همدمن، یعنی ذات اینجا با ذاتش ملائک همدمن یه اصلی رو داره میگه. اگه قرار این راه ها همه برسته به خدا، پس ملائک با همه این راه ها همدم میشن. من جمله اسلام. صورتش را جنس میبینند انام، لیک از وی می نیابند آمشون. اینا صورتش رو یه جنسی میبینند، یه جوری میبینند، ظاهرش رو میبینند، ولی از درونش اصلا هیچ، باطنش رو هیچی نمیگه. همچو شیری در میان نقش گاو، دور میبینش ولی او را مکن. یه شیری میبینند توی نقش گاو. شما اگه شیر رو ببینید نقشش گاو باشه، هم به ماهیت گاوه شک میکنی، هم به ماهیت شیر. خب حالا که اینجوری هم میبینید، حداقلش اینه که یا اگه آدمی باشید که اهل جستجو باشید، میرید جستجو میکنید. ولی مولوی میگه چی؟ دور میبینش ولی او را مکار، کاری هم ندارن بهش. و بکاوی ترک گاوی تن بگو. اگه رفتی اینو دنبالش گشتی، باید صفت گاو پرستی خودت هم بذاری کنار، که بدرد گاو را آن شیر خوب. چون اون شیر خوب صفت گاوی تو رو از بین میبره. طبع گاوی از سرت بیرون کند، خوی حیوانی ز حیوان برکند. گاو باشی شیر گردی نزد او، گر تو با گاوی خوشی شیری مجو. اگه خواستی، حالا اینجا صحبت طریقت و دنباله یه طریقت و سالک بودن و دنباله یه چیزی بودنه، میگه اگه گاف صفت باشی، اگه رفتی و گشتی شیر گردی نزده بود. خب اگه با گاوید خوشی، از این کامفورت زون بیرون نیا، راحت باش. خب حالا قسمت بعدی تفسیر انی ارا سبع بقرات سمان یا یأکلهن سبع اجاف، معنیش هم اینه آن گاوان لاغر را خدا به صفت شیران گرسنه آفریده بود، تا آن هفت گاو فربه را به اشتها می‌خوردند، اگرچه آن خیالات سوبر گاوان در آینه خواب بنمودند. تو معنی نگر. داستان حضرت یوسفه. اتفاقی که میفته، خواب میبینه پادشاه اون وقت که هفتا گاو فربه بودن، بعد هفتا گاو لاغر بودن. این گاوهای لاغر میان این گاوهای فربه رو میخورن. خواب گذارا همه میان و ازشون میپرسن. خواب گذارا میگن که شب شام زیاد خوردی. ولی یکیشون از این خوابگزارا تو زندان با یوسف همسلولی بوده، میگه ببین یه کسی هست تو زندان، این قراره بلد پیشگویی کنه، بیا بریم پلو اون. خلاصه داستانش هم بیشتریاتون میدونید. یوسف میگه قراره 7 سال خوبی داشته باشی، 7 سال هم قراره چیز باشه، بهتره تو این 7 سال حسابی حواست باشه که برای 7 سال بعد آماده باشی. خب ببینیم حالا مولوی چی. آن عزیز مصر می دیدی به خواب، چون که چشم غیب را شد فتح باب. پادشاه مصر رو داره میگه که به خواب می بینه، که بالاخره خوابی می بینه، یه دری برایش بالاخره در خواب باز میشه. 7 گاو فربه بس پروری
خردشان آن هفت گاو لاغر. این به هفت گاو خیلی فربه، هفت گاو لاغر لاغر رو میخورن. در درون شیران بودند آن لاغر، ورنه گاوان را نبودی خوب، نبودندی خوران. یه در حقیقت اونا شیر، شیر صفت بودن، وگرنه گاو در خورش نیست که بره و یه گاو دیگر رو بدره و بخوره. در درون پس بشر آمد به صورت مرد کار، لیک در وی شیر پنهان مرد خار. مرد خار میگه پس بشر به صورت، اینجا مرد، مرد کار میشه آدم لایقیه، یه کامن دینامینیتر همه آدم ها میتونه باشه. لیک در وی شیر پنهان مرد خار. یعنی این شیر صفتیش یه چیزیه که در اون پنهانه. خب مرد را خوش واخورد فردش کند، صاف گردد دردش عد دردش کند. این صفت شیری انسان اگه بتونه خودش رو نمایان بکنه، میتونه آدم رو از، حالا اینجا مرد را خوش واخورد فردش کند، اینجا فرد شدن ماها در حقیقت به یه وحدتی رسیدن، به یه یگانگی رسیدنه. صاف گردد دردش از دردش کنند. یعنی اگه به درد کشی، حالا اینجا درد کشی یا حالت بالاخره از کامفورت زون که آدم میاد بیرون، از اون چیزی که راحته شما میایین بیرون، بالاخره یه کمی برات مشکل هست دیگه، درسته؟ میگه اون درد یا اون ناصافی هم که ما داریم خالص میشه به خاطر این مسئله. یه بیتی داره حافظ میگه برو ای زاهد و بعد دورد کشان ای مگی که ندادن جز این تحفه به ما روز الست. خب زان یکی درد اوز جمله دردها، وارهد پا برنهد او بر سوها. اگه یه درد حقیقی رو ما پیدا بکنیم، حالا اینجا مولوی میگه دردا همش از بین میره، فقط یه درد میمونه دیگه، درسته؟ حالا اون یه درد چیه؟ من فکر کنم ما میدونیم مولوی دردش چیه؟ درد فراق. درد فراق. پس آن یکی درد اوز جمله دردها، وارهد پا برنهد او بر سوها. یعنی اون اگه درد حقیقی رو پیدا بکنه، دیگه از بقیه ناخالصی ها جدا میشه، آزاد میشه، وارهد پا برنهد او بر سوها. سوها میشه یه ستاره که ستاره بلند بالاست، ولی صحبت سر که یه مرتبه بالایی خودشو میرسه. چند گویی همچو زاغ پر نهوس، ای خلیل از بحر چه کشتی خروس. دوم من چه اینجوری شده؟ ببخش این چی جوری اومد پایین؟ خودش یه دفعه اومد. خود شما چند گویی همچو زاغ پرنهوس، ای خلیل از بحر چه کشتی خروس. حالا یه جوری داریم یه که حالا یا طعنه میزنه یا داره مذمت میکنه، نمیدونم، ولی اونم یه چرا مثل زاغ میپرسی که واسه چی این خروس رو کشتی. خب گفت فرمان، گفت فرمان، حکمت فرمان بگو تا مسبح گردم آن را مو به مو.
گفت از به خاطر فرمان این کارو کردم، به خاطر فرمانی که اومده بود برام. میگه بخواد پس حکمت فرمانو بگو. میگه تا مسبح کردم آن را موبو، اینجا مسبح همشا تنظیم کنم بپذیرمش موبه. خب میخواد یه بریک 5 دقیقه بگیریم دیگه، ما چون اینو بخونیم این چیز بلند بالایی زده که بیان آن که کشتن خلیل علیه السلام خروس را، این چرا خروس را کشتن. Is that if you imagine him, Connor?